درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم که هر جا هستین شاد و سلامت باشید. درمان‌هایی برای برطرف کردن چربی مو وجود داره که میتونید به راحتی از اونها استفاده کنید بدون اینکه نیاز به مواد شیمیایی خاصی داشته باشید. از مواد طبیعی که در خونه دارید برای بهبود وضعیت موهاتون استفاده کنید. در ادامه برای دیدن این ویدیو با من رکسانه افشار همراه شوید. از سرکه سیب برای از بین بردن چربی موتون استفاده کنید. سرکه سیب خواصی داره که هم برای موهای خشک و وز مناسبه و هم برای موهای چرب و چسبنده، چون که این ماده در حقیقت میزان پی‌اچ موجود در مو و پوست سر رو متعادل میکنه. وقتی که میزان پی‌اچ مو کنترل بشه، غدد چربی نیز به طور اتوماتیک به درستی کار میکنه و چربی بیش از حد تولید نمی کند. سرکه سیب همچنین آلودگی و چربی ایجاد شده در کف سر و مو رو پاک می کنه و علاوه موهاتون رو نرم و درخشان می کنه. از تخم مرغ برای برطرف کردن چربی موتون هم میتونید استفاده کنید. تخم مرغ مواد مغذی هستند، نه تنها برای بدن بلکه برای موها نیز مفیدند. میتونید برای از بین بردن چربی مو محلولی از تخم مرغ و عسل تهیه کنید و مانند ماسک به موهاتون بزنید. این ترکیب به عنوان یک نرم کننده طبیعی برای موهای چرب عمل میکنه، به خصوص اگه در اثر استفاده از شامپوهای نامناسب موهاتون چرب شده. این ترکیب به خوبی میتونه چربی مو رو از بین ببره. میتونید به این ترکیب آلوورا و مقداری آب لیمو نیز استفاده کنید. این دو ماده نیز برای مو بسیار مفید هستند. از توت فرنگی استفاده کنید. این میوه خوش‌طعم و زیبا نه تنها یک آنتی اکسیدان مفید برای بدن شماست، بلکه برای ریشه مو و کنترل تولید چربی روی سرتون نیز مؤثر هست. توت فرنگی به سلامت مو کمک میکنه و باعث شادابی آن میشه. توت فرنگی میتونه چربی مو رو جذب کنه و موها رو از چرب بودن بیش از حد نجات بده. همچنین استفاده از جوش شیرین میتونه چربی موهاتون رو از بین ببره. اگه از موهای چربتون رنج میبرید، به جای استفاده از شامپوهای ضد چربی از جوش شیرین استفاده کنید و اون رو روی پوست سر خیس کنید و بعد موها رو شونه کنید. در این حالت موها رو لمس نکنید. همچنین شما میتونید نصف فنجان جوش شیرین را با آب گرم با 5 یا 6 قاشق سرکه سیب ترکیب کنید و روی پوست سر ماسک کنید و بعد با آب سرد بشویید. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشین و از این ویدیو استفاده کافی رو کرده باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.